لوی سارنولی متهمان قضیه شکست دادن قلف دیتا سنتر کمیسیون مستقل انتخابات را نام برد. طالبان خواستار رهایی 80 زندانی این گروه در بدل دو استاد آمریکایی شد. متهم شدن اشرف غنی به ممانعت از ارزیابی فساد در گمرکات. عبدالله برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده میکنیم. رئیزنی زلمه خلیلزاد با مقام های پاکستانی در مورد افغانستان. منبع ماش سیومه اموین قیومی افشا شد. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. لوی سارنولی متهمان قضیه شکست دادن قلف دیتا سنتر کمیسیون مستقل انتخابات را نام برد. لوی سارنولی افغانستان در پیوند به شکست دادن قلف مرکز دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات خواستار برکناری مشاور امنیتی و مسئول کارت‌های ملکی این کمیسیون و یک سرباز موظف در کمیسیون مستقل انتخابات شده است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری هوا، در نامه کمیسیون مستقل انتخابات که به لوی سارنولی فرستاده شده است، نام‌های مشاور امنیت دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات و دو تن دیگر همچون متهمان یاد شدن و از لوی سارنولی خواسته شده است که درباره تمامی کسانی که در این ماجرا دخیل بودند بررسی کنند. چند پیش دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله مدعی شد که نیروهای ویژه در تبانی یا با افراد در دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات شب انگام به مرکز دیجیتالی حمله کرده و قلفهای این مرکز را شکستند. لوی سارنولی ضمن تعیین یک هیئت برای تحقیق موضوع از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است تا بر اساس ماده 323 قانون انتخابات آن را از وظایفشان برکنار و دوباره جهت تحقیق معرفی کنند. سخنگوی لوی سارنولی گفته است سارنولان موظف قضیه این کمیسیون خوانده است که مطابق به فقره 3 ماده 23 قانون ابتدا اشخاص متهم در این قضیه را از وظایفشان سبکدوش کنند و سپس به سارنولی معرفی کنند. طالبان خواستار 80 زندانی این گروه در بدل دو استاد آمریکایی شد. طالبان در برابر رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان خواهان رهایی 80 زندانی این گروه به شمول انس حقانی و حافظ رشید از اعضای برجسته گروه حقانی شدند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز منابع نزدیک به طالبان به این شبکه تلویزیونی افغانستان گفتند که طالبان در برابر رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان خواهان رهایی 80 زندانی این گروه به شمول انس حقانی و حافظ رشید از اعضای برجسته گروه حقانی شدند. این منابع تاکید می‌ورزند که مبادله این زندانیان آغاز برای از سرگیری گفتگوهای صلح با آمریکا و نیز آغاز گفتگو میان افغانان خواهد شد. فیض احمد استاد دانشگاه در این باره احضار داشت. طالبان در برابر دو استاد آمریکایی انس حقانی و یا کدام فرد مهم دیگر طالبان را نمیخواهند، بل به ده ها طالب را میخواهند. کوین کینگ شهروند استرالیایی و تیموتی ینگز شهروند آمریکایی دو تن از استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان بودند که در سال 2016 از سوی تفنگداران در کابل ربوده شدند. گفته می شود که این استادان در نزد گروه طالبان نگهداری می شوند. روز گذشته حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی گفت که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفر اخیرش به کابل را به خاطر رهایی این استادان انجام داد. انس حقانی که طالبان خواستار رهایی او شدند، فرزند جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی است. سراج الدین حقانی برادر انس حقانی اکنون رهبر شبکه حقانی است. شبکه‌ای که مسئولیت بسیاری از حمله های مرگبار را در کابل و ولایت‌های دیگر افغانستان پذیرفته است. انس حقانی در ماه میزان سال 1393 از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شد و تا اکنون در زندان حکومت افغانستان به سر میبرد. این همه در حال است که تلاش ها برای از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان شدت گرفتند.
اما حکومت افغانستان گفته است که پیش شرط آغاز این گفتگوها برقراری آتش بس یک ماه است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی رسیدن به صلح را از اولویت‌های شهروندان افغانستان می‌داند. در حالی که در شب و روز انتخابات تمام فکر آدم طرف رأی‌های داده شده و داده نشده می باشد. اما باز هم اولویت اصلی مردم افغانستان صلح است و در هیچ لحظه نباید فراموش کنیم. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی گفته است که امریکا از حکومت افغانستان خواسته است تا در رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی که در بند طالبان هستند همکاری کنند و حکومت افغانستان به این همکاری آمادگی نشان داده است. متهم شدن اشرف غنی به ممانعت از ارزیابی فساد در گمرکات. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی مانع نظارت و ارزیابی اعضای این مجلس درباره وضعیت فساد در گمرکات شده است. با گزارش اسپوتنیک به نقل از افق در نشست امروز یعنی چهارشنبه 8 اغرب شمار از اعضای مجلس نمایندگان از حکومت خواستند که مانع نظارتشان از گمرکات نشوند. مجلس نمایندگان دو هفته پیش آیت مشترک را از کمیسیون مستقل اقتصادی ملی تفتیش مرکزی و امور دفاعی این نهاد توظیف کرده بود تا فساد در گمرکات به ویژه واردات نفت و گاز را بررسی کنند. غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان گفته است که در نتیجه فساد در گمرکات اموال تجارتی و تیل بیکفیت وارد بازار می شود و باید جلو این روان گرفته شود. او افزود که رئیس جمهور حق ندارد مانع اعمال صلاحیت‌های نظارتی مجلس شود و این کار او خلاف قانون اساسی کشور است. در این میان حفیظ الله جلیلی یکی از دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیئت مشترک در زمینه بررسی فساد در گمرکات هم گفت رئیس جمهور مانع بررسی گمرکات از سوی مجلس شده است. او افزود ما یک بار هفته گذشته به وزارت مالیه و ریاست گمرکات وزاره مالیه مکتوب جداگانه فرستادیم که گزارشات گمرکیشان را بفرستند اما نفرستند. دیروز باز هم به این دور اداره مکتوب فرستادیم ولی تا هنوز جواب ندادن. میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت در مورد نظارت از عواید گمرکاتی مکتوب را که قبلا رئیس جمهور ارسال کرده بود جواب دادیم و کار نظارت ما جریان دارد و مشکل نیست. تا اکنون ریاست جمهوری در مورد این ادعای ابراز نظر نکرده است. بارها گزارش ها مبنی بر وجود فساد گسترده در گمرکات کشور منتشر شده است. عبدالله عبدالله برای رسیدن به صلح از هر فرصت استفاده می کنیم. رئیس اجرایی و کاندین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دیدار با سفیر امریکا در کابل از شفافیت انتخابات سخن گفت. با گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم به مناسبت 96مین سالروز جمهوریت ترکیه در سفارت این کشور در کابل افزوده است که مردم افغانستان برای آمدن صلح همیشگی در کشور قربانیهای زیاد را داده و دیگر از جنگ خسته شدند. از سوی هم رئیس اجرایی خواستار شفاف بودن شمار آرا شده و گفته است که شفافیت انتخابات می تواند برای برقراری صلح در افغانستان رول عمده را کار کند. در عین حال دکتر عبدالله عبدالله تاکید میکند که صلح برای همه مردم افغانستان در اولویت قرار دارد. به همین خاطر ما باید برای رسیدن به صلح از لحظه لحظه و از هر فرصت باید استفاده کنیم. رئیزنی خلیلزاد با مقامهای پاکستانی در مورد افغانستان. سفارت امریکا در پاکستان گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان در دیدارش با مقامهای ارشد پاکستانی در اسلام آباد بر کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید کرده است. با گزارش اسپوتنیک سفارت ایالات متحده امریکا در پاکستان در اعلامیه که امروز یعنی چهارشنبه 6 عقرب نشر کرده است گفته است که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یک سفر دو روزه اسلام آباد دیدار کرده است. بر بنیاد این اعلامیه خلیلزاد در دیدار با مقامهای پاکستانی درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرده است. در
در بخش از این اعلامیه آمده است فرستاده ویژه در این دیدار با عمران خان نخست وزیر پاکستان، جنرال جاوید قمر باجو، رئیس ستاد ارشد پاکستان و دیگر مقام های این کشور درباره روند کنونی صلح افغانستان و اهمیت کاهش خشونت ها گفتگو کرده است. منبع ماش سوم امین قیومی افشا شد. برخی از سندها نشان می‌دهند که مشاور بلندپایه رئیس جمهور غنی و سرپرست وزارت مالی از یک نهاد دومی خارجی نیست تا 450 هزار دلار معاش گرفته. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تلونیوز برخی از اسنادها نشان می‌دهند که محمد امین قیومی مشاور بلندپایه رئیس جمهور غنی و سرپرست وزارت مالی در سال‌های 2015 و 2016 میلادی همزمان با کار در حکومت افغانستان از دانشگاه آمریکایی همچون رئیس اداره چهارمین این دانشگاه نیست تنخواه گرفته است. بر بنیاد این سندها دانشگاه سینخورسه ایالات کالیفرنیا در سال 2015 پیش از 405 هزار دلار و در سال 2016 پیش از 270 هزار دلار به محمد امین قیومی تنخواه داده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.